سرخط گزارش های مهم خبری در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا. فرار میلیون ها باشنده ایالت فلوریدا از یک طوفان قوی بحری موسوم به ارما. خواهید دید که این طوفان نیرومند تا حال چه زیان های وسیعی را به بار آورده است. فشارهای بین المللی بر حکومت میانمار یا برما به خاطر وضعیت وخیم اقلیت روهینگیا شدت گرفته است. امریکا نیز اظهار نگرانی نمود. و در سوریه گروه داعش در چندین جبهه نظامی مجبور به عقب نشینی شده است. تازه ترین ها را در این مورد خواهید دید. سلام، به تلویزیون آشنا صدای امریکا خوش آمدید. احمد فادلامی هستم با برنامه امروز شنبه 18 سنباله سال 1396 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. در این برنامه افزون بر تازه ترین انکشافات در رابطه با یک طوفان نیرومند بحری که به ایالات متحده نزدیک شده می رود، شما را از سایر رویدادهای جهان آگاه خواهیم ساخت و نیز بحثی خواهیم داشت پیرامون افزایش قتل‌های زنجیره‌ای علمای دینی در افغانستان. با ما باشید. یک طوفان نیرومند بحری موسوم به ارما در حال نزدیک شدن به ایالات متحده بوده و به اندازه مخرب توصیف شده که والی ایالت فلوریدا به باشندگان آن ایالت هدایت داده تا هرچه زودتر خانه‌هایشان را ترک کرده و به طرف شمال رهسپار شوند. طوفان ارما که یکی از قوی‌ترین طوفان‌ها در بحر اطلس شناسایی شده، تا حال جزایر کارائیب را آماج قرار داده و پیامد ویرانگری داشته است. افزون بر طوفان ارما، یک طوفان دیگری موسوم به حوزه نیز به سمت ایالات متحده در حرکت می باشد. طوفان ارما قبل از رسیدن به سواحل ایالت فلوریدا، روز گذشته جزایر کیوبا و باهاما را متاثر ساخت. بر اساس گزارش ها، حدود 700 هزار نفر در سراسر کیوبا مجبور به ترک منازل خود شده اند. اما مقامات توریسم و هوانوردی در جزایر باهاما گفتند که طوفان ارما نقاط پرجمعیت را آسیب نرسانده است. امیدواریم که زیربنای توریسم آسیب زیاد ندیده باشد تا این بخش دوباره و به زودی فعال گردد. با وجود آنکه طوفان ارما از جزایر باهاما گذشت، اما مناطق و مراکز پرنفوس را متاثر نساخته است. طوفان ارما پس از ویرانی فاجعه بار در جزایر کارائیب، حال به جانب ایالت فلوریدا در ایالات متحده رخ کرده و انتظار می رود تا فردا به شهر میامی این ایالت برسد. والی ایالت فلوریدا هشدار داده است که ابعاد ارما تمام ایالت را در بر خواهد گرفت و از باشندگان در سراسر فلوریدا خواسته است تا برای ترک این ایالت آماده باشند. کارشناسان گفتند شدت این طوفان ویرانگر به رده چهارم تنزیل کرده، اما تا هنوز هم به شدت 254 کیلومتر در ساعت می توفد و بارانهای شدید را به امراه داشته و خطر انقطاع برق را برای میلیون ها نفر ایجاد کرده است. این یکی از بی‌سابقه ترین طوفان ها خواهد بود. همین حالا نیز یکی از قوی ترین طوفان هایی است که تا حال ثبت شده است. بادهای ناشی از این طوفان شدید و ویرانگر خواهد بود و باران نیز با خود خواهد داشت و به ادامه آن سیلاب ها نیز سرازیر خواهد شد. این طوفان با روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه صبح جزیره باربودا را به ویرانه مبدل کرد و با تعقیب آن روز چهارشنبه به پورتوریکو رسید. طوفان ارما در حال ایالت فلوریدا را تهدید می کند که دو هفته قبل طوفان هاروی خسارات انگفته را به ایالتهای تکساس و لویزیانا در ایالات متحده وارد کرد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن. تعداد زیادی از اهالی ایالت فلوریدا در مدت چند روز اخیر با هر وسیله ممکن از آن ایالت بیرون آمدند تا از گزند طوفان ارما در امان باشند. اما این فرار جمعی مردم باعث ازدحام شدید در شاهراها نیز گردیده و باعث شده که موترها فواصل کوتاهی را در مدت زمان طولانی بپیمایند. سالم مندوخیل یکی از افغانهایی است که از بیم طوفان ارما خود را از فلوریدا به ویرجینیا رسانیده و اکنون از طریق اسکایپ مهمان ما هستند. آقای مندوخیل، سلام بر شما، خوش آمدین. خب نخست اگر از تجربه خود کوتاه حکایت بکنین، چگونه تانستین از فلوریدا به ویرجینیا بیاین؟ وضعیت در راه چگونه بود؟ بله، تشکر.
بله. خب متاسفانه ارتباط ما نسبت مشکلات تکنیکی قطع شد با آقای مندخیل. کوشش میکنیم باز هم آقای مندخیل با ما داشته باشیم. آقای مندخیل فکر میکنیم شما صدای ما را میشنوید؟ بله بله صدای شما را دارم. صدای ما را میشنوید؟ بله بله بفرمایید. بله مردم خوف زده شده بودند. تقریبا دو روز گذشت که ما از بیشتر از دو روز که از فلوریدا از شهر تامپا خود به ویرجینیا رساندیم. این راه است که شما میتونید در 12-14 ساعت بپیمایید، لیکن مردم به هزارها تن میخواستند که خود به طرف شمال ببرند به ساحات مسکون. وضعیت طوری بود از تقریبا از یک هفته به این طرف وضعیت یک خبر رسیدن ارما در فلوریدا و باز چیزی که مردم دیدن، چیزی که شد در تکساس، نبود مواد خوراکی، نبود آب، نبود تیل برای وسایل، تمام این مشکلاتی بود که مردم سراسیمه شدند. چیزی که یا میبینند با خود جمع میکنند که خوردنی است، آب است، دیگه است. آقای مندخیل، بیشترین افغانهایی که در فلوریدا اقامت دارند بیشتر در کدام شهرها میباشند و میتونید گفته که به صورت عموم تقریبی چه تعداد افغانها در فلوریدا زیست دارند؟ در مجموع در شهرهای مختلف تعدادشان شاید به صدها یا برسه یا هزارها فامیل او قدر نیست، لیکن شامل همان کسایی هستند که یا میخواین که به طرف شمال بیایند و حال خوب ناوقت است برای کسایی که اونجا هستند. اعلان همی هست کسایی که ماندن نتانستن از دیشب به طرف خود بکشن، پس او باید باشن در خانه های خود و ببینن که واقع میشن. تشکر از شما، سپاسگزار هستیم آقای مندخیل. از سوی دیگر مکسیکو در عین وقت با دو حادثه بزرگ طبیعی مواجه شده است. از یک طرف طوفان دریایی و از سوی دیگر وقوع زلزله شدیدی که در تاریخ مکسیکو نظیر نداشته است. رئیس جمهور مکسیکو اعلام داشت که شمار تلفات ناشی از زلزله به 61 نفر بالا رفته است. انریکه پنیانیتو رئیس جمهور مکسیکو پس از بازدید مناطق آسیب دیده شب گذشته از طریق تلویزیون سخنرانی کرد و 3 روز را ماتم ملی اعلان نمود. او مردم مکسیکو را به همبستگی فراخواند و تعهد یاد نمود که حکومت در کار بازسازی مردم را کمک خواهد کرد. زلزله ای که نیمه شب پنجشنبه در مکسیکو رخ داد شدت آن به 8.1 ریکتر می رسید که در تاریخ مکسیکو بی سابقه بوده است. گزارش تازه ملل متحد حاکی است که تعداد بیجا شدگان اقلیت روهینگیا ناشی از خشونت‌های اخیر در میانمار یا برما به حدود 300 هزار نفر رسیده است. ایالات متحده آمریکا نیز از بابت وضعیت اقلیت روهینگیا اظهار نگرانی شدید کرده و گفته که با حکومت میانمار در مورد رسیدگی به وضعیت در ایالت راکین در تماس است. شرح بیشتر از جیلان نوری. مردم در اعتراضات جهانی در کشورهای مختلف همچون مالزیا، افغانستان، پاکستان، ایران و سایر کشورها در حمایت از حقوق اقلیت‌های روهینگیا شرکت نمودند و از حکومت میانمار خواستند تا خشونت‌ها علیه اقلیت‌های روهینگیا را متوقف سازند. بحران کشتار اقلیت‌های روهینگیا توجه رهبران جهان را نیز جلب کرده است. Those people, you see, who sort of harassing some Muslim. مردمی که مسلمانان را آزار می‌دهند باید بودا را به یاد داشته باشند. فکر می‌کنم که در همچون شرایط بودا کمک می‌کند و آنها مردم غریب مسلمان را کمک می‌کنند. به همین خاطر من درد آنها را احساس می‌کنم. سازمان ملل در گزارش تازه‌اش اعلام نموده است که طی 2 هفته اخیر حدود 300 هزار اقلیت روهینگیایی از میانمار از خشونت‌های اخیر بیجا شدند. پناهجویان اقلیت روهینگیایی که به بنگلادش رسیدند میگویند نظامیان و طرفداران اکثریت بودایی به قریه های آنها حمله نموده، حتی از کشتار زنان و کودکان دریغ نکردند و قریه های آنها را با آتش کشیدند.
دسموند توتو برنده جایزه صلح از کشور آفریقای جنوبی در نامه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است از هانگ سان سوچی خواسته است تا برای تامین حقوق بشری و عدالت خواهی برای اقلیت‌های روهینگیایی صدایش را بلند کند. هانگ سان سوچی این هفته همکاری حکومت میانمار را برای عمل کردن برنامه تایید شده سازمان ملل برای بهبود وضعیت اقلیت روهینگیایی وعده نمود. همه کارها در عین زمان انجام نخواهد شد، اما توصیه‌ای که داریم به هدف برقراری صلح و آرامش و بهبودی وضعیت است. ما به همه مشکلات به زودترین فرصت رسیدگی می‌نماییم. در رسیدگی به وضعیت پناهجویان اقلیت روهینگیایی، صدراعظم مالزیا طیاره نظامی مالزیایی اولین ماموره کشورش را به بنگلادش فرستاد. در این میان وزارت خارجه ایالات متحده با حکومت میانمار به خاطر رسیدگی به وضعیت اقلیت روهینگیایی ها مذاکرات را انجام داده است. قرار گفته یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه مذاکرات روی رسیدگی به نیازهای بشری برای بیجا شدگان روهینگیایی از ایالت رکین متمرکز بوده و در این میان از همکاری کشور بنگلادش برای کمک به پناهجویان تمجید نمودند. We'd like to certainly call on the government of Burma to allow better, greater. ما از کشور برما خواستیم تا به خبرنگاران اجازه بیشتر دهند تا از وضعیت در آن کشور معلومات دقیق را نشر نماید. همچنان موضوع وضعیت بحران بشری نیز مطرح است، به خاطر که گروه‌های کمک‌های بشری اجازه رفتن به منطقه را ندارند و به آنها اجازه داده شود تا امداد و کمک‌های لازم را برساند. کارشناسان معتقد هستند که حکومت میانمار باید مسئولیت بحران حاضر در کشور را به عهده گیرند. آنها هانگ سان سوچی را متهم می‌کنند که در این راستا کمک نکرده است، در عوض باعث شکستن دموکراسی در کشوری که اردو در آن قدرتمند است شده است. ژینا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. عربستان سعودی امروز هر نوع مذاکرات با قطر را به تعلیق درآورده و آن کشور را به تحریف حقایق متهم ساخت. این نکته را ریاض پس از آن اعلام کرد که ولیعهد عربستان سعودی با امیر قطر مکالمه تلفنی انجام داد. گرچه آژانس خبری عربستان سعودی نخست گزارش داده بود که محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور از تمایل قطر برای مذاکره استقبال کرده، اما همین آژانس بعد گزارش دیگری نشر کرد و در آن رسانه‌های دولتی قطر را متهم ساخت که گویا گزارش دادند که نخست عربستان سعودی خواسته با قطر در تماس شود. البته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز با سران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب جداگانه صحبت‌های تلفنی داشت. شبه نظامیان تحت حمایت آمریکا در سوریه عملیات نظامی را بر ولایت دیروزور که در تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش است آغاز کردند. گروه موسوم به شورای نظامی دیروزور که دوشادوش نیروهای ائتلاف دموکراتیک سوریه می جنگد با پخش اعلامیه گفته که هدف این تهاجم عقب راندن تندروان داعش از ساحات شمال و شرق رود فرات نزدیک به سرحد عراق است. اردوی حکومت سوریه تحت حمایت روسیه نیز در حومه شهر دیروزور در برابر داعش پیشرفت‌های حاصل کرده است. در این حال شبه نظامیان کرد سوریه ادعا کردند که نیروهای آنان 65% شهر رقه را از گروه دولت اسلامی یا داعش تصرف کرده است. مقامات ترکیه خبر دادند که ده‌ها مهاجر سوری از ورود غیرقانونی به یونان بازداشته شدند. گارد ساحلی ترکیه گفت که 40 از مهاجرین سوری که هجرتشان اطفال بودند صبح روز جمعه در آبهای نزدیک ولایت ازمیر ترکیه در مسیر رفتن به یونان برگشتانده شدند. در ویدیوی نشر شده از سوی گارد ساحلی ترکیه دیده می شود که این مهاجرین سوار یک قایق رابری بودند. ترکیه و اتحادیه اروپا سال گذشته توافقنامه ای را مبنی بر توقف جریان مهاجرین به یونان امضا کردند. طبق یک خبر دیگر، پلیس ایتالیا 2 را که گمان می‌رود قاچاقبران مهاجرین بودند دستگیر کرد. این 2 پس از آن توقیف شدند که کشتی مربوط به یک مؤسسه خیریه هسپانوی 230 مهاجر را در آب‌های مدیترانه نجات داده و به جزایر سیسیلی ایتالیا رساند. پلیس بعداً در میان نجات یافتگان 2 را به اتهام قاچاق مهاجرین توقیف کرد. نیروهای امنیتی بلژیم در سلسله تدابیر امنیتی در برابر حملات ممکن دهشت افگنانه روش گزمه در جاده‌های این کشور را تغییر داده و غیر قابل پیش بینی می‌سازد. فرمانده نیروهای پیاده بلژیم می‌گوید که افسران یونیفرم‌دار در سراسر اروپا در این اواخر مورد حملات شورشیان قرار گرفته و پس از این برای تأمین مسئولیت آنان نیز باید متفاوت اندیشید. فرماندهان در حال بررسی مأموریت‌های خود بوده تا
طول زمانی را که نیروهای نظامی در گزمه و گشت زنی ها شرکت می کنند به حد اقل می رسانند. نیروهای رزمی مسلح و پلیس محافظت در فرانسه، بلژیم و بریتانیا از زمان اعزام آنها هدف حملات افرادگرایی و تندروان قرار گرفتند که ما در پاریس در سال 2015 شاهد آن بودیم. جنرال تایس میگوید حملات در پاریس نشان داد که هر کسی که ملبس به یونیفرم است جلب توجه افرادی را میکند که میخواهند دست به اعمال دهشت افغانی بزنند و علاوه میکند که ما برای آنها آموزش داده ایم، بناهن ما میدانیم که چگونه واکنش نشان دهیم. اردو همیشه مورد هدف قرار میگیرد. وقتی که ما در بلژیم مصروف کار هستیم یا در کشور دیگر مثل افغانستان و یا مالی قرار داریم، همواره مورد هدف بوده ایم. ما برای آن آموزش دیده ایم. بنابراین می دانم که چگونه واکنش نشان دهیم. بهتر است که آنها یک سرباز را به جای یک فرد ملکی مورد هدف قرار دهند. مطابق با آنچه که می بینیم، این حملات غیر قابل پیش بینی اند و وقت چنین است باید مجهز بود. در آن صورت محفوظ تر می باشید. بنابراین می توانید کار خود را خیلی بهتر انجام دهید. تایس 55 ساله که در سال جاری نقش فرمانده نیروهای زمینی بلژیم را به عهده گرفت، بودجه را برای فعالیت‌های امنیتی در کشورش و تعهدات بین المللی در افغانستان تنظیم کرد. بلژیم کشور است که در دومین سطح از نظر تهدیدات امنیتی قرار دارد، مکرراً و بارها مأموریت خود را در خاک خود گسترش داده است و 1200 سرباز آن در جاده های شهرهای عمده در حال گزمه دیده می شوند. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا. تیم آشنای صدای امریکا برای 35 سال روی یک هدف پوشیده است. تعهد و منشور صدای امریکا، خبررسانی موثق از افغانستان و جهان، معرفی امریکا و بحث‌های جامعه. با ده ها سال تجربه، رویدادهای جهان و آنچه را که برای شما مهم است پوشش می‌دهد. آشنای شما هر روز از هر طریق. صدای امریکا، موثق، معتبر و جامعه. شهر کابل امروز بار دیگر شاهد گشت‌زنی‌های هواداران احمدشاه مسعود به مناسبت سالیاد ترور او بود. با آنکه از تدابیر شدید امنیتی خبر داده شده بود، اما صدای فیرهای هوایی در جاده‌ها شنیده می‌شد و هواداران مسعود بیرق‌های حکومت مجاهدین را برافراشته بودند. افزون بر این، از هفته شهید و 16 سال روز ترور احمدشاه مسعود که از او به عنوان قهرمان ملی یاد می‌شود، در تالار لوئجرگن نیز با محفل ویژه گرامی داشت به عمل آمد. در این محفل عبدالله رئیس اجرایی حکومت، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و شماره از سران جهادی و سایر مقامات اشتراک ورزیدند. در جریان دو هفته اخیر سه عالم دینی در ولایت ننگرهار کشته شدند. در این اواخر معاون شورای علمای زابل نیز در یک کمین کشته شد و همچنان در ولایت کاپیسا نیز از کشته شدن علمای دینی خبر داده شده است. ترور علمای دینی در افغانستان کاری که بوده میتواند و این قتل‌های زنجیره‌ای به چه منظوری صورت می‌گیرد؟ در این باره صحبتی داریم با مولوی باباجان سیغانی، رئیس مرکز تحقیقاتی اسلامی اقرا که از استودیوی کابل مهمان ما هستند. مولوی صاحب سلام، بر شما خوش آمدین. خب از دیدگاه شما ترور زنجیره‌ای علمای اسلامی در افغانستان کاری کی هاست و این علما چرا کشته میشن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان ارزشمند تلویزیون شما. السلام علیکم و رحمت الله. در خدمت سوال شما باید چنین عرض بکنم که افغانستان کشور است که تقریبا 4 دهه در آتش جنگ بسوزه و این جنگ ها باعث شده که ملت افغانستان به ویژه سیاستگران افغانستان از باب خشونت و پیش بیاین. تمام ابعاد سیاسی نظامی افغانستان و اجتماعی افغانستان را خشونت تهدید میکنه. ما نه تنها در اطراف و در مناطقی که مخالفین مسلح دولت وجود دارند خشونت داریم، بلکه در شهرها و در مراکز و حتی در پایتخت ما هر روزه شاهد خشونت های بسیار خطرناک هستیم که متاسفانه کشور ما را به بدنامی و به ویرانی سوق میده. در خدمت سوال شما عرض میکنم که در گذشته ها مخالفین مسلح دولت مسئولیت برخی از قتل های
به عهده گرفته بودند. اما در این قسمت رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا تا هنوز هیچ مرجع مسئولیت قتل این عالم بزرگوار را به عهده نگرفته که ما تا هنوز چیزی را نشنیدیم، ولی قابل تقبیح است، قابل توجیه نیست، بلکه کشتن علما همونطوری که در حدیث شریف آمده که موت العالم موت العالم، و مفهوم حدیث شریف است میگه که خداوند علم را همونطور نمیگیره بلکه قبض میکنه به قبض علما. یعنی وقتی یک عالم در یک منطقه شهید میشه از دنیا میره، در واقع همه اون منطقه تاریک میشه و در واقع فرش جهل اموار میشه. مولوی صاحب، در افغانستان علمای دینی خصوصا اونایی که برخلاف خشونت و دهشت افغانی صحبت میکنن و موضع دارند، از چه مسئولیت برخوردار هستند؟ آیا حکومت امنیت اونا را میگیره یا خیر؟ اگرچه بعضی از اقدامات از طرف حکومت در رابطه با تامین امنیت علما بوده، مثل همین که امی مولای صاحب اخیر که به شهادت رسیده یکی از بادیگارداش هم همراهش وجود داشته، اما نه به حد است که کفایت بکنه، بلکه ما همونطوری که شما در مقدمه بحثتان اشاره فرمودین، ما شاهد قتل های بسیار خطرناکی از علما هستیم که در این راستا توجه نظام، توجه دولت، حتی توجه جامعه جهانی و کسانی که از باب انسانیت صحبت میکنن در اینجا ضروری هست تا اینکه ما بتانیم علمایی که واقعا در خدمت مردم قرار داده اونا را از دست ندیم. بله، خب در عین حال پیامتان به علمای دینی چیست که در همچو حالت چه رسالت و یا چه وجیبه در قبال مردم و ملت دارن؟ بسیار سوال خوب کردین. ما هنوز در اخیر خشونت های بسیار خطرناکی در کشور خود قرار داریم. حتی در گذشته هایی که در دوره جهاد وجود داشت، حکومتی که در مرکز کابل وجود داشت، یک عده علمای افغانستان حمایت میکردن از اون نظام، اما امین علمایی که در اون وقت برش علمای سو میگفتن یا هر لقبی را که برش میدادن، از طرف مجاهدین آن وقت مورد قتل و ضرب و اینا قرار نمیگرفتن، به نوعی از انها امراش برخوردی به شکل مسالمت آمیز صورت میگرفت. اما متاسفانه ما در یک برهه زمانی بسیار انحطاط پذیر ما قرار داریم. ما پیامم به عنوان یک شاگرد مکتب دین برای علمای اسلام همیست که باید در این راستا روشنگری بکنند، برای مردم بفهمانند که عالم دین همیشه مورد احترام است، باید برش احترام شود. قتل عالم دین بمانند قتل یک جامعه است، باید برای علمایی که همیشه در خدمت مردم هستند، در مدارس هستند، احترام صورت بگیرد. سپاسگزار هستم از شما مولوی صاحب تیغانی. سلامت باشه. پوهنتون الازهر مصر که در بخش قوانین اسلامی مرجع معتبر برای اکثریت مسلمانان سنی مذهب شمرده می شود، تلاش ورزیده تا به منظور مبارزه با تعابیر افرادگرایانه گروه های همچو داعش و القاعده، تصویر مدرنتر از دین اسلام را بازتاب دهد. ادوارد یراین، خبرنگار صدای امریکا از قاهره، گزارش فرستاده که برگردان آن را همکارم تقدیم می کند. شورشیان و تروریست های ستیزه‌جوی اسلامی در مصر از خود دنباله یا رد پای خونین و مخرب را به جا گذاشتند. تلفات افراد بیگناه از اثر بمبگذاری های مرگبار در کلیساها و حملات دیگر موجب شده است که دولت خونریزی و خشونت را بر روحانیون افرادگرای اسلامی نسبت دهد. روحانیون سختگیر مانند شیخ یوسف القرداوی که متهم به صدور فتوای کشتار پلیس، افسران اردو و مسیحیانند، خود را بی‌گناه می‌خوانند. افراطگرایان اسلامی از زمانی که رئیس جمهور محمد مرسی از بین رفت، خشونت را افزایش دادند. بسیاری از حامیان او زندانی شدند و برخی نیز در امر خشونت تلاش می‌ورزند. شیخ احمد طیب از پوهنتون الازهر، مقام ارشد مذهبی مصر، معتقد است که روحانیون اسلامی که خشونت را تبلیغ می کنند نباید از اسلام یک تعریف کلی نمایند. اسلام نباید به عنوان یک مذهب تروریستی محسوب شود. صرف همین دلیل است که تعداد از پیروانش برخی از نوشته ها و احکام قرآن را به عقیده و نظر خود و با یک اشتباه تفسیر کردند تا مردم را بکشند و خون مردم بیگناه را بریزند.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نیز خواستار اصلاحات یا تجدید احکام شده است تا تصویر کمتر خشونت آمیز را از اسلام جلوه دهند. یک روحانی جدید مربوط الازهر با ارائه مشاوره مذهبی در کرسی فتوا در متروی قاهره در حال تلاش برای جلوگیری از افراط گرایی است. یک طریقه جدید را که علمای مرتبط به الازهر برای تضعیف دهشت افغانی استفاده می کنند، مشوره دادن مردم در یک اتاق فتوا در یک ایستگاه خط زیرزمینی قاهره است. شیخ محمد زکی خطیب اصلی الازهر به صدای امریکا گفت در حالی که اعتقادات اصلی اسلام تغییر ناپذیر است، تصویر آن یا برنامه های مدرن آن باید به زندگی روزمره مردم متصل شود. هر نسل جدید از تعالیم اسلام زمان بهرمند می شود که غیر قابل تغییر به همان گونه که خدا آن را فرستاده باقی بماند. الازهر در سالهای اخیر مانع ورود و عبادت روحانیون افراطی در مساجد می شود، اما همان طوری که زکی خاطر نشان کرده، رسانه هایی که پیام آن افراطگراها را پخش می کنند نیز باید مجازات شوند. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا. مواد مخدر به صحت انسان ها مضر است. در افغانستان متاسفانه سالانه تعداد زیاد مردم اهم از جوانان و زنان به مواد مخدر معتاد میشن که اینا زندگی عادی خود دور میمانن. چون پدیده تباه کننده است، امیدوار هستم که از استفاده مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر و کشتش جلوگیری شود. یکی از آزمون‌های موجود در افغانستان رسیدگی به معتادین مواد مخدر است. با آنکه زمینه تداوی معتادین در برخی مراکز مهیا بوده، اما اگر دوره تداوی آن کامل نگردد، معتادان مجدداً به مواد مخدر رو می‌آورند. مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات می‌گویند که بیش از 50% از معتادینی که در هرات تداوی می‌شوند، دوباره به مواد مخدر معتاد می‌گردند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد. بیش از نیمی از معتادانی که در ولایت هرات در مراکز ترک اعتیاد مداوا می شوند دوباره به مواد مخدر روی می آورند. مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات می گویند نبود زمینه کار و تحصیل، تداوی غیر معیاری و بیتوجهی خانواده ها به افرادی که اعتیاد را کنار می گذارند از دلایل عمده روی آوردن مجدد آنها به مواد مخدر است. این مسئولان میگویند روی آوردن دوباره معتادین به مواد مخدر باعث شده تا زحمات و هزینه های صورت گرفته برای این افراد به هدر رود و چرخه درمان معتادان ناموفق باشد. در جامعه ما شما تقریبا بیش از 50% یا 60% پس روی با مواد مخدر میارن که این موزله برای ما هم چالش برانگیز هستن. استقاط دیگه معتادینی که در فهرست و در انتظار هستن میسوزن. شماری از معتادین ولایت هرات نیز میگویند در مراکز ترک اعتیاد درست تداوی نمیشوند و فقط برایشان دوای ضد درد داده میشود. آنها میگویند در این مراکز حتی نان کافی برایشان داده نمیشود و تجویز تنها دوا باعث شده تا فقط چند روز بعد از بیرون شدن از این مراکز دوباره به مواد مخدر روی بیاورند. وقتی ترک میگیم نی کاری نی یک سرگیری میداریم نی چی، پس دوباره مجبوریم بریم تو کار. خیلی خونه و خیلی گشنگی، خیلی اذیت کردن ما. و بازم برحال رقم بودم و یک ماه کنیم ماه تیر شد، باز بیرون شدیم، باز باعث همی بیکری شد، همی بی جان چین خود همی رفقا شیشتن، پس باعث همی شد که پس رفتیم برادر. فعالان مدنی در هرات نیز میگویند نبود برنامه های هدفمند برای تداوی افراد معتاد باعث شده تا زمینه بازگشت آنها به اعتیاد مساعد باشد. آنها میگویند تنها با روی دست گرفتن برنامه‌های تعقیبی بعد از خروج این افراد از مراکز ترک اعتیاد و فراهم نمودن فرصت‌های شغلی میتوان از بازگشت مجدد معتادین به مصرف مواد مخدر جلوگیری کرد. تمام مراکز ترک اعتیاد از او امکانات روان درمانی درستی در اونا صورت نمیگیره تا یک معتاد دوباره به زندگی حقیقی برگشت کنه. از این خاطر من فکر میکنم ستینگری در بحث برنامه‌ها و نبود پالیسی درست و مشخص در قسمت بازگشتاندن معتادین باعث میشه که دوباره پس رجعت کنن. متاسفانه بر اساس آمارها بیش از 60,000 فرد معتاد در هرات زندگی میکنند که به گفته مسئولان مبارزه با مواد مخدر این ولایت تداوی این تعداد معتاد با توجه به امکانات کنونی بیشتر از 30 سال طول میکشد. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.
بخش اداری تلویزیون آشنا صدای آمریکا در همین جا پایان یافت. همکارم احمد شکیب دوست لحظات بعد با تازه‌ترین ها در بخش